سلام به همه طرفداران پاپ کورن تاک خوش اومدین به قسمت هفتادم پاپکورن پاپ تاک هفتاد قسمت من از عدد 70 خیلی خوشم میاد به چند دلیل ولی ده هفتاد 70 ده آمریکا یک خودم متولد ده 70 من هفتادی و این دو کافیه دیگه من آرنو از شیکاگو دقیقا در اون سمت دنیا همینجور زانی گفر از تهران خوش اومدید قسمت جدید از پاپکورن تاک که تو این پادکست اول خبرهای داغ هفته پیش رو بررسی میکنیم که توی سینمای جهان گذشت بعد میایم فیلم های هفته پیش رو که دیدیم بررسی بدون اسپویل میکنیم که این قسمت گادزیلا ورسیس کانگ رو دیدیم اسکیپ فروم ملکت راز دیدیم و هردیتری فیلم توپی بعد میایم سراغ بازی هفته مون که باید حدس بزنیم از سوژایی که شما میگین که این قسمت پیشنهاد کی بود یادم رفتش که گفته بود که بهترین کارگاه های سینما رو بگین آن خود میدینی کیه فکر کنم وحید <applause> عبداللهی بود فکر کنم آره فهم فکر کنم آدم ادگه پیشنهاد باید بودش که گفتش که کارگاه های محبوبتون رو توی سینما جهان بگید که مقرد بگیم و شما هم کلی گفتین که کیا رو توی کارگاه تو، توی سینما دوست که حالا آخر برنامه بهش اشاره میکنیم و هفته بعد بازی هفته بعد اون چیه این هم پیشنهاد یکی از اه... طرف داره یکی از دوستان به نام سینا بازی هفته بعد و پیشنهاد داد به ما گفتش که خب شما یه هفته رو اختصاص دادیم به بازیگرای زن مورد علاقتون توی سینما خب یه هفته هم اختصاص بدیم بازیگرای مرد مورد علاقتون که خب ما هم تصمیم گرفتیم برای اینکه دیگه خیلی به خودمون سخت نگیریم به جای سه بگیم پنج تا بازیگر مورد علاقمون که مرد کی هستن که مثل همیشه شما هم یادتون باشه برای ما کامنت بذارین و به اون بگین که بازیگرای مرد مورد علاقتون توی سینما کیان آره حتما بگین خیلی باحال میشه کامیونیتی پاپ کورن چی فکر میکنه و قراره که سه تا فیلم هفته بعد رو که ببینیم و بررسی بدون اسپایل بکنیم اونا چیه؟ ما هفته بعد یه فیلم قراره ببینیم که فیلم کاندید اسکار فیلم غیر انگلیسی به نام کوو ویداس آیدا که چه ترجمهش میشه Where are you going آیدا یه فیلمی مال کشور بوسنی فیلم بعدی یکی از دوستامون به نام یاسمن خیلی از ما درخواست کرد کلا درخواست داشتیم که فیلم فارسی ببینیم بر یاسمن گفتش که چرا کارهای عباس کیارستمی رو نمیبینید میخوایم با یکی از مهمترین کارهای تاریخ سینمای ایران که, برنده جایزه کنم شده به نام تعم گیلاس که حالا انگلیسیش هست تیست آف چری برای سال 97 این فیلم هم میخوایم ببینیم و گفتیم که دو تا فیلم درام داریم چیکار کنیم که خیلی به طرف دیگه سخت نگذره یه فیلم اکشن کمدی هم میبینیم به نام اوشن <applause> 11 ساخت ستیون سودربرگ برای سال 2001 یازده یار اوشن ترجمه فارسی اوکی <applause> 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 okay. این از فیلم هایی که قرار هفته بعد ببینیم اسم این فیلم و اسم تمام فیلم, ها، فیلم, ها. فیلم هایی که توی این قسمت داجه بهشون صحبت کردیم هم توی دیسکریپشن یوتیوب و کست باکس و اینا هستش در این قضیه صحبت کنید هم این که همین الان سابسکرایب تو یوتیوب بزنین نوتیفیکیشن هم بزنید که قسمت جدید اومد حتما بهتون یادآوری بکنه و ما رو به دوستاتون معرفی بکنین و تو بخش کامنت های هر جایی که میتونید با ما در ارتباط هستید تو بازی, بازی هفته ما شرکت کنید خیلی ممنون به سراغ خبرای این هفته اما اول تریلر فیلم جدید ریچی اومدش به نام رث آف من که این فیلم در ابتدا اسمش کش تراک بودش که عوض شدش رث آف من شدش که بازگشت جیسون استیتام و ریچی است جیسون استیتام اولین بازی که انجام داد در زندگیش در فیلم لاک ستاک اند تو سموکینگ بارلز گایریچی بودش که با هم شروع کردن و بعد توی چندین فیلم از گاریچی بود و یه مدت طولانی هم با هم کار نمیکردن و دوتاشون هم خیلی علاقان به کار رزمی هستن خود گاریچی هم که UFC کار میکرد یادم نیست فکر کنم برزیلیان جیو تسو کار میکنه آفری آره 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 و دوتاشون کار هستن و خیلی هم رفیق و در تماس بودن برگشتن یه فیلم اکشن خفن درست کنم به نام که تریلرش اومد نظر راجعش چی بوده شما نودیدی تریلر رو تریلر رو دیدم خب برخلاف چند تا کار اخیر گایریچی این فیلم قشنگ معلومه که خیلی اکشن تره یعنی که مهم. نسبتاً که خب گایریچی خیلی علاقه به ژانر کرایم و جنایی و اینا داره انگار این فیلم بیشتر دوز اکشن داره تا مثلا بخواد چیزای جنایی داشته باشه ولی خب گایریچی مح... من که خودم خیلی دوست دارم از اون دست کارگردانایی هم هستش که فیلماش همیشه انرژی و نشاط میاره اینش خیلی خوبه آره آم، شاید هنده اون لباس جیسون استیت میبینم تو کچلوری که تنش هستش میبینم قشنه معلوم خود گایری چی تنش کرده کاملا درسته اکشن هست جیسون استیت تو اون زمانی که حالا با گایریچی چی بودش آنچنان اکشن بازی نمیکرد بیشتر حالا کمدی بازی میکنه و بعدش بیشتر حالا به عنوان یه ستاره اکشن شناختنش جالب حالا این برگشتن با هم دارن این سبکو میسازن خیلی کنجکاوم اما من خیلی دوست داشتم اون علمان های کمدی با حال هم باشه که به نظر دانچنان زیاد نیستش توی این فیلم باید سب کنیم ببینیم آخرین فیلم گایریچی <تصح> که تو س... همین یونیورس کرایم و اینا بودش جنتلمن که خیلی فیلم خوبی بود من آرنام خیلی دوست اوکی این از رث اف مان من ریچی خبر دوم خیلی خبر عجیب بودش اینکه نتفلیکس تمام حقوق ساخت نایف دو و نایف زاوت سه رو به مبلغ 450 میلیون دلار خریدش و نایف یک یک موفقیت تمام ایار بودش هم تو گیشه خیلی فروخت هم تو فصل جوایز نامزد بهترین فیلم اسکار بهترین فیلم نامه هم شده بود هم طرفدارای خیلی زیادی داره حتی من میگم رایان جانسون اشتباه هستش از هستی ریان جانسون هستش ولی بعضی وقت دادم یادش میباش اما خبر اینه که نایف دو و سه قرار ساخته بشه دنیل بر میگرده ولی معلوم نیست بغیر از دیگه چه بازیگره از نایز یک قره توی فیلم باشن خود رین جانسون مینویسه و کارگردانی میکنه گفته ایش خیلی باحالیش اینه که <تصفح> وقتی که نایف یک پیچ شده بوده به لاینز گیت آنچنان زیاد امیدی به فیلم نداشته لاینز گیت و خیلی از حقوق فیلم برای خود رین جانسون بوده مثل که لاینز گیت هیچی نداشته فقط دلق... کمک کنه ساخته بشه اینا فکر نمیکنم کنم اصلا قرار چیزی ساخته بشه از این الان که نت اینقدر ترکونده موفق شد عملا نتفلیکس 450 میلیون داد به یکی از تهیه کننده ها و خود ریان جانسون که قرارش اومده و میگفتش که دیگه نس جدن در جد ادامه ریان جانسون قرار نیست دیگه کاری کنن دیگه انقدر پول دار شدن و هیچی دست لانس نگیره فیلم بزرگش از دست داد پولی هم نرسید ولی خیلی خبر خوبیه به درد نتفلیکس هم میخوری که خانواده و اشتن کنانه مثلا زیاد داشتن و این شبکه و پر از بازیگرهای بزرگی هم خواهد بود مثل فیلم یک به این کلن کانسپت نایف اینه که حالا یه کاراگاهی وارد یه مسائل خانوادگی میشه ولی یه معمای خیلی پیچیده ای رو حل میکنه خوراک ادامه دار بودنه حالا مثلا فرض کن تو نایب زرد و یک قضیه اون خانواده بود تو قسمت بعدی شاید یه خانواده دیگه باشه شاید اصلا یه مسئله دیگه باشه دیگه خوراک که ادامه, داشت. ادامه دار هنگ... بودن دیگه یه چیزی شنیده بودم که میگفتش که قرار احتمالا نایب زرد دو خیلی شبیه and there were none uh, ترجمه فارسی شده اصلا انجام هیچ کس باقی نمانده اگه کریستی باشه خیلی خیلی یکم, خیلی یکم شبیه خواست. کار آگاتا کریستیه بله. بله خیلی از تو هستش این ای خبر بعدی از یه کارگردان بزرگ دیگه و اونم نیم بلا... نیل بلام کمپس هستش که ناین رو کار کرده و که چند وقت میشم خبرش رو خوندیم که دیسترکت 10 رو قرار بنویسه داره می نویسه که بسازه که خیلی هم خوبه و فیلم جدیدش گفته شده که یک هارر هستش به نام دیمانیک و یه فیلم نسبتا کوچیکی هستش که مثل که اینو قرار قبل از چیز بسازه District 10 بسازه داستش در مورد چیه؟ در مورد یک خانومی هستش که نیروهای شیطانی درش وجود دارن که آره در این خانوم هستی آره میفهم فیلم جدید نیل بلوم که که من دیمانیک هستش کنم اولین کاریه که تو ژانر ترسناک قرار کار بکنه درسته معمولا همه کاراش بیشتر همون سایفای و اکشن و اینا یه نه وقتی که نگاه میکنی مثلا دیستریک ناین به نظر horror آخه،, آخه, نیست واقعا یعنی یعنی حتی اگه چیزی که حالا اون آدم فضایی هم مگه بگیم المان ترسناکن خیلی سریع تبدیل میشن به المان آره. معمولی قضیه نه نه ولی خب جالبه من من همیشه و همه جا میگم من استقبال شدید میکنم از کارگردان و حالا کار... کسایی که علاقه مندن که جانرای مختلف رو تجربه بکنن این آدم قرار بودش با پیتر جکسون هیله بسازن خیلی فیدر جکسون عصبانی هم بود از این که اینکه مثلا که مشکل سر مایکروسافت بود و اینا چیزی که کلا تو این مدت سر ساخت فیلم هیلو و حالا سریال و اینا از هیلو بوده که بالاخره الان دارن میسازن بر در مورد این بوده که مایکروسافت میگفته که دخالت زیادی باید داشته باشه توی ساخت فیلم و سریال فیلم قبول نمی‌کنه یه کورپوریشن بزرگ مثل مایکروسافت بیاد بشه میگه خب نه تغییر بدید تغییر ولی پرامانت اوکی داده و با پرامانت هم اوکی خبر بعدی خبر خیلی باحال هستش اینی که در مورد فروش فیلم گاتزیلا ورسس کانک هستش که رکورد پرفروشترین فیلم تاریخ دوران پندمیک رو زدش و 48 میلیون و نیم توی پنج روز توی سینما های آمریکا فروخته توی پندمیک که خیلی رقم بالایی هستش آمار بازدیدش توی اچ پی مکس خیلی بالا بوده دقیقا یادم نیست چجوریه ولی اونام هم یه رکوردی زده امتیازه فیلم بالا بودش و این چند وقته دارن میگن که یک پلن فوق العاده مهندسی و دقیقی بوده عرضه این فیلم و نشون میده که سینما و استریمینگ سرویس همزمان میتونن به بهترین نحو شرکت کنن چون هر دوتاشون خیلی موفق بودن و خی... همین که به سینما هم که نگران بودن که اصلا یه زمانی رفتن شکایت بکنن از وارنر سر اینکه داره روی اچ پی او مکس میاد یه قرارداد ویژه هم با اونا بستن مثل که پول خیلی خوبی هم دست اونا رسیده و کلا سر این فیلم همه راضی بودن هم استریمینگ سرویس ها هم سینما ها هم توب. کسایی که رفتن دیدن و هم منتقدین فیلم و در روی همین فرمول این فیلم جدید چیزم اسم کارگرش یادم رفتش ایلیا نمیدونم چی بودش که نوبادی هستش با بابادن کرک بازی کرده اون هم فروش خیلی والایی داشته توی سینما و البته اون یه پلن فکر کنم 20 روزه هستش که 20 روز بعد از اینکه روی سینما میادش روی پرمانت پلاس فکر کنم قراره بیادش و یه جورایی سینما دارن برمیگردن درست میگم تو راستید گازیلا رو رفتی دیدی سینما رفتی دیدی آره من توی سینما آه. دیدم چی چیزی بودش یکم توضیح بعد یک سال سینما رفتم اوزا رو ملت می ببین یکی که بیشتر. خیلی خب من دقیقا دیشب بود من دیشب که رفتم من سانس نسبتا دیر وقتم رفت من دروبر ساعت نهانیم شب رفتم سینما شلوغ کلی ماشین پارک کرده بود اوه. و به نظر می اومد که اکثرشون یا برای گادزیلا ورسس کینگ اومده بودن یا برای نوبادی خب من رفتم توی سالن آی دیدم فیلمو با قضیه رایت فاصله اجتماعی سالن تقریبا پر پر بود یعنی که مثلا من تا دو متر به سمت چپ و راستم خالی بود ولی همین جوری کل سالن پر شده بود سالن آی هم که نسبتا سالن یعنی بزرگه یعنی یه دونه سیت کنار راست یعنی چپت خالیه درست دو تا سیت دو تا سیت جلو چطور اه... ببین آخه همسط نیستیم یه ار ارتفاعی نه منظور اینه که روی دقیقا اون خطی که تو هستی پایین کسی بود من فکر کنم پایین هم. ببین آخه چیز بود موقعی که دو سه تا سمت چپ و راست تو خالی میکنن دیگه دست خودت اگه بخوای حالا یکی چپ بشین یکی راست بشینی من جلوم خالی بود ولی فکر کنم مثلا پشت سر من فکر کنم یکی بود دقیقا, دقیقاً بب... تنها رفته بودی؟ من تنها رفته بودم مثلا اگه با رفیقت بشی باید تو رفیق دور بشی ببین این اینو خب این دیگه دست خودت دیگه تو سینما دیگه من میدیدم که یه سریا که معلوم بود میشه مثلا آها کنا... آه یعنی که آه میتونی اونا شو. اونا به تو میگن که رایت بکن و فضا هم برای رایت کردن آماده میکنن توی سالن <تصفح> که رفتی دیگه دست خودت دیگه حالا میخوای به بچسبی به کسی یا میخوای با فاصله پاپ کورن اینا خریدی آره دیگه گودزیلا ورسس کینگ آدم بدون پاپ کورن آره این از خبرش بود همینو خیلی تمیز بریم سراغ گودزیلا ورسس کان که نظرمون رو بگیم آره هفته پیش اومدش کارگردان ارم وینگارد و بگو ببینم نظرت چی تو تو سینما دیدی ببین من دوستان با این مقدمه شروع بکنم یه موقعی هست که آدم نیاز داره حالا یه فیلم یه بازی یه کلا تفریح یه کاری بکنه که توش نیاز به فکر کردن خیلی نباشه یعنی این که مثلا فرض کن تو بری بشینی تو سینما حالا این ما میگیم پف فیل پف تو بگیری دسته و و, و مغزت خاموش بشه و فقط تو نگاه بکنی لذت داری است این دقیقا تجربه گوزیلا ورسس انقدر که داستانش چیز کم اهمیتیه توی این فیلم که قشنگ معلومه داستان فقط یه فاصله هایی که تو صحنه اکشن بعدی رو بری نگاه بکنی این که منم کاملا اوکی بودم با این قضیه میت برای همین من رفتم من میخواستم برم که توی پرده آی توی اون سالن بزرگ با اون صداگذاری انقدر خوب کلا سیستم صدای عالی بشینم دعوای کانگ و گودزیلا رو نگاه بکنم همین من برای این رفته بودم و خیلی حال داد یعنی ببین آخه اینم بگم آ. تو فیلم مسعود دهنمکیرم رو رو روی پرده آی احتمالا فیلم خیلی خوب نشون داده میشه ولی در کل به نظر من یه فیلمیه که ساخته شده برای تفریح برای لذت بردن و فکر نکردن به حال میده دیگه آره اتفاقا منم آره پیشنهاد من اینه که اگر دلالای مکس نمیتونید ببینید اینکه واقعا سای کنید 4K ای این فیلم رو بگیرید 4K HDR اون نورد آخر هنگ کنگشین وات عالی بودش yeah, uh, یه خی... خیلی برای من جالب بود گادزیلا رو کانگ خب قبل از اینکه بیاد uh, من خیلی گادزیلا رو دوست دارم کینگ کانگ هم خیلی دوست دارم کلا اصلا مونستر مووی رو دوست دارم و این uh, یه جورایی کلایمکس مونستر یونیورس لژندری وارنر بودن دیگه از کانگ اسکال آیلند بگیر تا گادزیلا و گادزیلا کینگ اف که اومدن بالاخره به گادزیلا ورسس کانگ این خیلی همه منتظر فیلم بودم و من خیلی من حس می که فیلم خوبی باشه به خاطر اینکه زیر مدیریت جدید وارنر ساخته شده بود و وقتی که وارنر عوض شدش اومدن یک سال فیلم ها عقب انداختن گفتم میدونیم که گاتزیلا کینگ آف مانسترز خوب موفق نبودش و میخوایم که زمان بیشتری به فیلم بدیم که یه فیلم ای پلاس درست کنیم یه فیلمی که واقعا در طرف هر دو تا حالا این کرکترهای ویژه بخوره اما فیلم رو دیدم خیلی خفندتر از چیزی که انتظار داشتم بود چون واقعا یه تصمیم های خیلی باهوشی گرفتن که اصلا انتظارش نشتم اولا اینی که وقتی که زمان فیلم رو میبینیم اینی که یک ساعت و پنج و سه دقیقه هستش و خیلی کمه برای این جور فیلم ها معمولا دو ساعت خورده ای هست این بلاک باستر مخصوصا که دوتا کارکتر خیلی مهم داری و جالبش اینجاست که این فیلم هر دو تا چیز مهم تمام نکات مهمه این دو تا کاراکتر رو همه رو توشین به خیلی خوبی داره مثلا از کی، از کینگ کانگ شروع کنیم کینگ کانگ مثلا چه چیزایی مهمه توی تمام فیلم های کینگ کانگ اون عشقی که معمولا با یه دختر داره کینگ کانگ خب این فیلم دنباله ای از کانگ اسکال آیلند هستش که کنم در هفتاد اتفاق می افتادش اینا همه سال گذشته مثلا اون هشخش که بری لارسون هم بودش یا مرده یا پیرزن شده اینه بعد اینا اومدن یه دختر بچه رو جایگزین کردن و چقدر باحال بود دختر بچه اینکه با ساین لنگویج هم با هم صحبت میکردن خب این یه فرمولش یه فرمول یه دیگه چیز ویژه که خیلی مورد کانگا دوست خود اسکایل آیلند یه سرزمین استوایی پر از برای عجیب که آدما میرن با اونا مبارزه میکنن و درست زمانی که دارن شکار میشن مثلا یه ایپکس انیمالی مثل کینگ کانگ میادش و قضیه ها تغییر میده و اینو چقدر هوشمندانه اوردن تو یه کانسپت خیلی باحال به نام هالو ارث که زیر ارث یه جایی هستش و من خیلی دوستم که فیلم های بیشتری در مورد هالوورز مثلا از اون بر بیایم در مورد <coughs> گادزیلا وقتی ببینیم حالا جالبی با قضیه اینه که کینگ کانگ طولانی ترین و قدیمی ترین فرانچایز تاریخ هستش و از ده سی بود که بودش اینطور تا الان ادامه داره و گادزیلا علت ساخته شدنش این بودش که توی ژاپن ملت خیلی کینگ کانگ دوست داشتن و دولت جاپن میاد میگه یه فیلمی شبیه به اون بسازیم و شروع کردن ساختنش و عین کینگ کانگ شده بوده بعد میگم بابا یکم تفاوت بدین دیگه داریم اینه که بعد میگن که اوکی شبیه گوریل بازم ولی چی میشه ترکیبش کنیم گوریلو با وال که توی دریاه بعد میزنم و این ظاهر اه اه به وجود میادش و علت به وجود اومدنش میگن که یه موجود بوده قدیمی که فقط بیدار میشه توسط انفجار اتمی که خیلی مبحث سیاسی جالبی هم هست به خصوص که ده سال بعد از کمتر بعد از جنگ جهانی دوم و بمبارون گیروشیما ناکازاکی اتفاق میفته و بحث اینی که حالا استفاده نادرست از علم این اتفاق آورده و تی گادزیلا ورسس کانگ دقیقه این هستش مکا گادزیلا اه... میبینیمش خیلی جالبه که تمام نکات بحال این دوتا تا بودن توی یه فیلمی که با هم تریکس و به این نتیجه رسیدن که واو هیچ کسی اهمیت به روابط انسانی این آدما نمیده اونا رو ریختن دور و عوضش جالب اینجاست که ایموشن اون باررم هم آوردن توی خود مانسترا بین این دوتا گذاشتن هرچند مثلا خیلی متفاوت تر بودش فقط به یه مشکلی که با این فیلم داشتم اون بخش عاشقاله. <تص> اه... اه... میلی بابی براون بودش با باباش و با اون رفیقاش که میرفتن تو تونج... چه عملی چه معنی داشت هم بامزه نبودن هم اگه از تو فیلم حضرشون کنی واقعا باقیان... هیچ لطمی به فیلم نمیخوره اما مثلا اون دختر بچه به با بودش در به نورد فولاده جزا بود که من خیلی خالی کردم صرف نمیور دیگه فیلم همینه. <applause> من خوشحالم که تو این قضیه رو گفتی که قدمت کانگو گودزیلا خیلی زیاده یعنی مثلا من سالش هم بگم 1954 بود که حالا شخص به نام ایشیرو هاندا اومد و گودزیلا رو خلق کرد خیلی زیاده و این نشون میده که چقدر اون فیلم ها و کلا این نوع نگاه به هنر طرفدار داشته از 70 80 سال پیش تا الان ببین در مورد این فیلم حالا من یه تئوری میخوام مطرح بکنم به نظر من فیلمایی که مثل حالا فیلمایی هم به قول معروف مانستر مووی مثل کینگ کانگ مثل گودزیلا مخصوصا گودزیلا داستان اگه توش بخواد به زور وارد بشه بدتر فیلم رو خراب میکنه اصلا آخه چه داستانی میخوای در مورد گودزیلا بگی که فرض کن منو وارد بار درام قضیه بکنی اصلا مسخره میشه به نظر من مثل اینه که فرض کن من میخوام سوار یه دونه ترن هوایی بشم موقعی که دارم تو ترن هوایی دارم فریاد میکشم جیغ میکشم تو بخوای به من مثلا چه یه زبون دیگه رو یاد بدی من یاد نمیگیرم <تصح Maryk> که اون موقع منم قبول این مشکل گادزیلا کینگ اف مونسترز فیلم قبلی که 2017 بود که اومدش بورینگ نه ولی در کل به نظر من یه تفریحیه که مغز شما استراحت میکنه و شما لذت میبرین این خیلی حال میده خوبه آقا یه تفریح دیگه یه من اینجا معرفی کنم حتما برید یوتیوب بزنید گادزیلا فانی مومنت بعد تمام فیلمهای گادزیلا قدیمی رو یکی از خنده دارترین چیزهایی که از زندگیم دیده بودم چه کره احمقانه ببین یه نوردی هستش بینه. یه فیلم هستش نام گادزیلا ورسش کینگ کانگ که عملا کینگ کانگش یه نفری هستش که لباس مودار پوشیده <تصفح> خود گادزیلا هم یه نفر هستش توی یه لباس دیگه هست بعد میره گادزیلا چی متوقفش میکنن دستگیر دستگیرش میکنن <تصفح> نه این تو ورژنه <تصفح> زم... قدیمیه آره آره, آره. زمین رو میکنن روشون <تصفح> چمن و اینا میذارن گازیلا میاد میفته توش میگیرنش <applause> باز خود خلاقیت به خرج دادن خیلی <تص> خوب بود بزنید تا اینو پیدا کنید آره این از گازیلا ورسس کانگ یک. بریم سراغ یه فیلم بحالی که از سال 1979 هستش به نام اسکیپ فروم الکاتراس که توی ایران همون ترجمه مستقیمش هستش که فرار از آلکاتراز هستش از دان سیگل که کلینتیست بودم اما دیگه نقش هستیش بودش این یه کتاب اومده کتابی که نویسندش کمپل بروس بوده کتابی دقیقا با همین اسم و حالا واقعیت که شخص به نام ریچارد تاگل میاد فیلم نامه یه اینو می نوی نویسه خب معلومه دیگه این ژانرش اکشن درامه و در مورد زندان آلکاتراز زندانی که حالا کسایی که اگه ندیدن و نمیدونن یه جزیره خیلی کوچیکه نزدیک سان فرانسیسکا. و این جزیره حالا اون زمان زمانهای قدیم واقعا هیچ راهی نداشته برای فرار کردن تو برای اینکه فرار کنی نیاز داشته یه قایق داشته باشی چون شنا کردن اون مسیر واقعا اصلا هیچ منطقی نداشته خب در مورد این زندانه و در مورد سه نفر که تصمیم میگیرن از این زندان فرار بکنن ببین من موقعی که تو سانفرانسیسکو زندگی میکردم یکی از جاذبه های توریستی سانفرانسیسکو تورهای زندان آلکاتراز رفتی خودت تو من من تورش وقت نرفتم ولی خب من خیلی نزدیک شدم به آلکاتراز من ویچوال تورش دیدم خیلی آه. ببین خیلی جالبه که این ایده فرار کردن از زندان چقدر از قدیم تا به امروز پرطرفدار بوده یعنی اینکه کلا دقیقا اومدم بگم من اینو بگم که چقدر برای من و تو جذابه چون میدونم دوتا ما کلی هم فیلم تو این سبک دیدیم ولی فکر میکنم همه اینطوری هست ببین شاید این برمیگرده به مسائل روانشناسی و برمیگرده به این مسائلی که کلا محبوس بودن رو آدما دوست ندارن دوست دارن بزنن بیان بیرون و خب انواع و اقسام ژانر فرار از زندان ما داریم انواع فیلم کتاب بازی که به نظر من این یکی از نمونه‌های خوب کلاسیکشه که من خودم خیلی حال کردم توی خوره حرف بزن در موردش آره خیلی بحال بودش ببین البته با قطعیت میتونیم بگیم که دیگه فیلمی در مورد فرار از زندان به خفنی دهول هول نخواهیم دید موافق هستی؟ تو بین هول و من اسکیپ موندی این این خیلی خوب نکته مهمیه اون دو تا فیلم آخه نگاهشون خیلی باز متفاوت تره اونا میگن که ما داستانمون رو توی اتاق سه در چهار برا تعریف میکنیم و تا آخرم هم به همین قضیه وفادار میمونن و توی اون اتاق شروع میکنن استرس به وجود آوردن ما میترسیم خب اون دوتا واقعا شاهکار روایت داستانن جفتشون که خب منم ده خیلی دوست دارم اصلا اون فیلم واقعا سر چی سر میزان جزئیاتی که تو اون فیلم گفته میشد حالا در مورد اون فیلم نمیخوام صحبت کنم اما اینم خیلی باحال بودش و به خصوص که داستانش واقعی هم هستش و در مورد یه زندانی هستش که خ... فکر میکنم مثلا زندانه مثل اسکوان هری پاتر و یا مثلا آرکام شاید نمیدونم از بطمن ها اینا از این اسم برداشته شده باشن ولی خیلی سوژه باحالی داره و اینکه فیلمم خیلی جالب خیلی پیست خوبی داره اصلا خسته کننده نیست و فور جذاب هستش و همون بزرگترین چیزی که فیلم داره کلینت استوده اون کاریزمایی که این آدم داره اون نوع حرف زدنش، شوخیایی میکنه ریاکشن هایی که نشون میده خیلی خیلی فیلم جذاب کرده بودش و فیلمی که خ... 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 خوش میگذره دیدنش و پایان خیلی جالبی داره وقت خ... به که اگه حالا با آدسه واقعی ما نمیگیم که داستانش پایانش چجوریه ولی بعد که دیدید در مورد واقعیت قضیه هم بخونید خیلی جالب هستش که چه اتفاقی افتادش بعد این اما فیلم بسیار سرگرم کننده است که اصلا پیجور عمری ازش نگذشته و هنوزم تازه و جذابه من فکر کنم معروف ترین و مهمترین فیلم فرار از زندانی که وجود داره شاوشان درسته از این معروف تر دیگه نداریم ما احتمال زیاد از روی همین این هم الهام گرفته شده باشه آخ این ببین اینا همشون از هم الهام گرفتن یعنی هر چی تو زمان میاد جلوتر میبینه که اوکی یه سری ایده رو از این اون گرفتن که حالا توی آی ام دی بی که مردم خودشون هم میان نظر میدن حالا امتیاز میدن شاوشان گیدمشن شماره یک تو تاریخ سینما دقیقا حالا من با این قضیه موافقم موافقم, کتاب... موافقم نمیدونم ولی خب هست کتابی که استون کینگ در مورد شاشنگ ریدمشن نوشته بوده سه سال بعد از عرضه این فیلم بوده به خصوصی که اون سیاپوسته که انقدر نسال حال کرکتر که ای این تست بود خیلی من یاد مورگن فریمن منداختش دقیقا فیلم خیلی بالی حتی من فیلم سوم و فیلم آخری که این هفته دیدیم اینیم. باید سه با هم بودش فیلمی هستش از اری به نام هردیتری 2018 آمده بود یه فیلم هارور هستش من دفعه که دو با هم بودیدم که اولش دراما زده صفحه دو با هم زده هار من موافقم با این قضیه به نظر من درام اوله بعد هارور دو با داستان فیلم در دا مورد چه؟ داستان فیلم در دا مورد یک خانواده یه که توی یه خونه خیلی قشنگ توی بالای تپه زندگی میکنن که جای خیلی قشنگ وسط طبیعت هم هست که این خانواده موقعی که ما فیلم رو شروع میکنیم اینا حالا مادر بزرگ این خانواده از دنیا میره که اینا همشون در غم از دست دادن اونن که یه سری اتفاقات شروع میکنه آروم آروم اتفاق افتادن توی این خانواده که همشون منشهشون همون قمه از بین رفتن مادر بزرگه ببین این فیلم من چند تا تئوری در موردش دارم یه چیزی که در مورد اریستر دوست دارم همینه اریستر جز معدود کارگردان های جانر ترسناکه که داستانش خیلی پوچ نیست به نظر من خیلی موقع هستش که فیلم های ترسناک به محض اینکه تو وارد آرک سوم میشی بخش پایانی داستان میشی خب میگی خب همه چی داره به اون نتیجه ای که فکر میکردی میرسه خوب و بد معلوم شدن خوب قرار موفق بشه اریستر مدل روایت داستانش اینجوری نیست توی این فیلم من دو تا چیز رو خیلی دوست دارم یک نگاهی که استر به, م... به, موضوع خانواده داره به موضوع روابط زن و شویی داره به موضوع اهمیت مادر توی خانواده داره این به نظر من خیلی باحاله و قضیه دوم اینه که آدما چجوری با مرگ کنار میان خب این یه چیزی بگم حالا ما فرهنگ ایرانی اینو هممون داریم قضیه کلا از بین رفتن توی خانواده ایرانی به خاطر عشق و علاقمون چه چیز سختیه راحت ما کنار نمیاییم و همیشه انگار هست و به نظر من اینه که تو این ایده رو بیای قاطی بکنی با یه سری داستانی که مرتبط به خانواده است توی ژانر ترسناک ایده فیلم ترسناک رو تازه میکنه بوی تازگی میده و من خیلی لذت میبرم از این قضیه اریسترم استاد این کاره دقیقا اه... و این فیلم تو گیشه خیلی موفق بود و کردم؟ چقدم... هفته پیش گفتیم که یه ویدیو چل دقیقه از مارتین اسکورسیزی تو یوتیوب هستش که توضیح میده که چرا این فیلم شاهکاره و یکی از فیلم های مورد علاقه کل عمر اسکرسزی هم هستش که بعدش این کار یعنی میتسومار ساخته که من میتسومار رو حتی بیشتر از این دوست دارم دقیقا بحث یک قضیه درام فیلم هستش که چقدر خوب رو و چقدر جالب هستش که توی یه مثلا ساف جانره مثل خارر مثلا همچین چیزی ما میبینیم اون سکانس سر شام که ستاش بابا و مامانه نشستن و هم مامانه هم پسره میدونن که یه حرف نا نگفته ای بینشون وجود داره عجب سکانس شاهکاری هست چی جوری کاری هر حرف نش و یه مثلا یه سکانس دیگه ای هستش آدم رو توی هارور ساختن نشون میده که این هارور اصلا از بحث جامب سکر یا یه چیز سورال و مثلا جن و اینا نیستش فقط از نوع کارگردان نوع درک کارگردان نسبت به فیلمایی که خودش نوشته برمیگرده اونجایی هستش که حالا اسپویل نمیکنه که پسره میاد خونه بعد از اون اتفاق فاجعه ای که میفته و میخوابه و اگه دقت کنیم از قبل از اون اتفاق بعد بی مدام زوم هستش روی این آدم و ما همه جا با این آدم میریم و بقیه چیز رو از گوش این آدم میشنویم نمیبینیم چون میره تو اتاق خودش رو حفظ بکنه و چقدر ترسناکترش میکنه وقتی که مامانه میره در ماشین رو باز میکنه ما فقط داریم تصور میکنیم چیزی که ممکنه تو ماشین پیدا بکنه مادره و صد هزار برابر ترسناکترش میکنه و یه نفری در حد اریستر نابقه و باشه که این تصمیم بگیره که چیج اینو بچینه در حالی که هر کارگردان دیگه مثلا میگفتیم اوکی فیلم هارور هستش یه میوزیکی شروع میشد پلی کردن اون صحنه رو میبینید یه هوی یه صدای بلندی میومد زمین تا آسمون کنه و چنین چیزی به نظرم خیلی با کیفیت توی میترومار هم وجود داشتش و در حالی که اصلا دیگه فقط یه تنشنی بین یه دوست پسر یه دوست دختر هستش که به وجود و مثلا خیلی فیلم مهمی هرزسی برای دیدن چون دو تا سبک رو خیلی خوب با هم ترکیب میکنه و یه شاهکار بده و خیلی خوشحالیم که ما زمانی زندگی میکنیم که آریاسته تازه شکوفا شده این دو تا فیلم میشن ساخته یه چیزی که من دوست دارم من این, این نظر شخصیه حالا دوست دارم هم تو بپرسم هم اگه طرفدارامون دوست دارم اونا هم نظرشون بذارن من آدمی هم که همیشه طرفدار پایانیم هم. پایان داستانی که منو به فکر فرو ببره خب که خیلی موقع نویسنده و کارگردان برای اینکه منو توی اون شرایط بذارن پایانشون حالا ما میگیم پایان اوپن اندد پایان بازیه درسته پایان باز خوبی و بدی داره خوبیش اینه که نگاه و برداشت من شاید خود متفاوت بشه از نگاه برداشت تو ولی بدیش اینه که هیچ وقت شاید من تو به توافقی نرسیم سرش چون متفاوته دیگه دست من بیننده رو باز که خودت تصمیم بگیر آیا تو با پایان های فیلم های اریستر حال میکنی یا حال نمیکنی خیلی خیلی حال خیلی چون اگه اصلا پایین خوب نبود مسلما کارگردان خوبی نبودش و دقیقا چیزی که گفتی درسته هم این فیلم وقتی که الان هم فکر میکنم هم این فیلم هم میتسومار وقتی پایانشون نگاه میکنی شاید در طول فیلم مطمئن هستی که به برداشت خود مطمئن هستی و اینو تو دو تا دو این دوتا فیلم من داشتم اما آخرش میگم م... نکنه در اشتباه میگم و اون یکی ایده درسته یعنی خود فرد هم ممکنه ام... خیلی عجیبه خیلی عجیبه چون من با خیلی ولی این نیست صحبت کردم ولی بشی مثلا بگی که چی شد یعنی چی اینا میگی این احتمال هم وجود داره که بر کنار این تئوری من این داستانم باشه و این فوق العاده جذاب میکنه فیلمو مخصوصا برای چند بار دیدن این حالا من با صحبتی که با سری از دوستا داشتم خیلی هاشون پایان باز دوست ندارن حتی آدمایی که چی میگن درک بالایی تو زمینه هنر دارن درک بالایی تو زمینه فیلم و داستان دارن کلا احساس میکنن پایان باز موقعی اتفاق میافته که کارگردان یا نویسنده نمیتونن داستان رو جمع بکنن ولی من خیلی موافقه این قضیه نیستم من به نظر من پایان باز یه جاهایی بهترین جواب ممکن رو میده چون اگه باز تبدیل بشه به پایان بسته و خطی اون موقع من خیلی راحت تر میتونم برداشت بکنم که داره چه اتفاقی میفته من همیشه دوست دارم که یه خورده جا برای من بیننده باز باشه که بتونم فکر بکنم بتونم تصمیم بگیرم عملا پایان باز به معنای درستش اینه که یک برهی از داستان توی این فیلم گفته شد و بسته شدش اما این داستان همچنان میتونه ادامه داشته باشه و مسیری میتونه بره که اتفاق خیلی عجیب تری بیفته ولی اون بر عهده توه که این فیلمو بزرگتر نشون میده اما فیلمی که شروع بشه پایان نداشته باشه و مثل ول بشه اون یه چیز چرتی اون زمانی هستش که نویسنده در میه. ولی عملا هر فیلم پایان باز موفقی مثلا خیلی مثل گیر میدم و اسقر فرادی تمام فیلم های اسقر فرادی تمام میشه و خیلی هم قشن تمام میشه این داستان شروع میشه اینا تمام میشه در از فردی اگه دقت کنیم میاد میگه که اوکی این داستان این پتانسیل هم داره که ممکنه بیفته ولی من بهت نمیگم تو تو ذهن تصور کن در آینده چه اتفاق میفته پایان مثل شاهکار اصلا جدای نادر <applause> <تصفل> از سیم اون چی جوری شده دست فردی سین نه از اریاستر به اسقر خوب بود آره اوکی okay, این از فیلم هایی که این هفته دیدیم بریم سراغ بازی این هفته که کار کاراگاه های مورد علاقه هستش در سینما برای من خیلی جالب من دیشت نمامی کردم دیدم ست تا کاراگاهی که من دارم میتونم اموره بدترین کاراگاه های تاریخ سینما باشن چه همه شکست خوردن توی <تصفح> کاری که داشتن و برسیم از خب. من اول در مورد کامنت های طرفدار حرف بزنم بگو که میخوای اه... اول ما بگیم کامنت های اونا رو بگیم یا کامنت ها... بذار، بزن... اول کامنت ها بگیم ببینیم که چه چش... کسی یا پش... چش... بب. پیشنهاد دادن. ببین چیزی که من از قبل پت میزدم این بود که چند تا اسم توی لیستا خیلی زیاد بیاد یک شرلوک هولمز که خب حالا میبینن که خیلی زیاد هست حالا بریم سراغش این این که ای که چلوک کجا رو میگید من دیدم کامنتاره حالا هزار تا چلوک همزه همزه گاریچی سریال یا همزه بی وی سی آیه. ای حالا میریم سراغش <laughs> یکی از طرف که نیک نیمش سنیک آیزه دیرتی هری رو گفته شرلوک رو گفته و ریک دیکرد برای بلید رانر <laughs> یکی دیگر طرف دارون علی جی ویلیام سامرست برای سون شرلوک هولمز و تدی دانیلز برای شاتر آیلند آفه آره باوالدش. محمد عارفی گفته شرلوک هولمز uh, پوارو برای آگاتا کریستی راستین کول که مال ترو دیتکتیوه آه. اصلا you know جی چاینا تاون <applause> و مارج گاندرسن برای فارگو آیدی بود شعب زولفقاری راستین کول ترور تکتیو گفته و دوباره شرلاک آقا تا همین من این چیزی بگم حدس من اینه که شرلوکی که اینو میگن ورژن بنیدیکت کامبر بچه آره. من اینه به باشه آره. اگه شرلوک هونز بگن خیلی وسیم میشه اگه اگه شرلاک بگن سریال شرلاک من خودم حد میزنم میزان طرفداری الان توی سال 2021 اول برژن بیدیت کامبر بچه بعد اون کلا... کلاسیکه از سریال کلاسیک شرلوک هومز بعدش ورژن گایشی حدس من اینجوری دقیقا من دقیقا منم فکر میکنم چند تا دیگه هم یکی علی جعفری به ما گفته ویلیام سامرست دوباره برای 7 کاروگا پوارو و ایس ونچورا ایس ونچورا به لیست <laughs> <applause> <و> خوبه <applause> <applause> uh, صادق تدیونی شرلوک دتکتیو نوارو و لوتری که ادریس آلبا بازی کرده من سریر لوتر رو ندیدم تو دیدی زادا منم ندیدم نه 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 این تعریف های خوبی و در آخرم علی راد جالبیش این بوده داک سپورتیو بله اینهرنت وایس جیم کری ایس منچورا و نورمن استنسفیلد لیون د پروفشنال احسن خیلی چی میگن لیست بسیار دنیه خیلی لیست های خوبی داریم ما حالا بریم سراغ لیست خودم سومیه تو سومی من شاید متفاوت ترین کاراگاهیه که توی چند سال اخیر <تصفح> شاید بیست سال اخیر روی پرده سینما آمده کاراگاهیه که هیپیه دیگه نکنه با من یکیه داک داک <applause> دا داک, <applause> داک رو وای سومی منم منم داکه جدی جالب شد ببین من اول بگم چرا داکو انتخاب کردم بعد تو هم بگو جالبیش این بود که داکو یکی دو نفرم گفته بودن تو لیستشون <applause> دلیل این که من داکو دوست دارم به خاطر این که هیچ کاراگاه دیگه ای چه در تلویزیون چه در سینما شبیه این شخصیت نیست داک یه آدم نسبتا دست با چرفتیه که زندگی، زندگیش بر پایه مواد زدنه در پایه همش هشیش کشیدنه ولی کار خودش رو پیش میبره کتکش رو میخوره بعد هم کتک میخوره ولی تصمیم های جالب میگیره فکر نگاهش نسبت به زندگی و حل کردن مسائل خیلی باحاله و اون ستی اون کاراگاه رو آوردن توی دوران هیپی بودن لس آنجلس که مرکز هیپیا بوده من واقعا همه اینا دلایل کافی بود که داک توی لیست من باشه دقیقا این تفاوتی که گفتی خیلی یونیک بودش البته اینم اشاره بکنم که اه... از کاراگاه فیلم اینهرنت وایس پال تامس اندرسون هستش 2016 اومدش Inherent وایس گمون الان چک میکنم شاید 14 یه 2016 آره که از روی کتاب تامس پینچون با همین اسم ساخته شده 2009 اومده آره نه کتابش هم اومده بودش و دقیقا یکی اینکه متفاوته دو اینکه خیلی لذت میبره در حینه ویژن ورژن باهوش لباسکی uh, هستش دیوت هستش از دویگ لباسکی و هم درایش میزنه هم فانش داره هم با رفیقاش بیرو میره همزمان داره پروندهرم هم میبره جلو و در این حال خیلی آدم خوشقلبی هم هستش مخصوصا اون پایان العاده inherent voice که زندگی نفر نجات میده در حالی که زندگی خود این مثلا توی زندگی داکسپورتلو سپورتل بگیم عملا توی اینهرنت وایس سر این پرونده ای که داره شکست عشقی میخوره خیلی چیزاشو از دست میده و خیلی لطمه میبینه و آنچنان هم موفق نیست و خیلی از روی شانس هم خیلی <laughs> پرونده رو میتونه حل کنه یعنی خیلی اتفاقی و شانسی میتونه حلش بکنه و اولا خیلی ش... بیشتر شکست میخوره در طول فیلم اما به یه اسپریچوالیتی خیلی بالی میرسه در پایان فیلم یعنی خیلی بالی بود با که واکین فینیکس هم بازی این کار این بازیگر این شخصیت بودش من این این بحث الان میخوایم جمع بکنیم این وایس شاید آه... کاری باشه از پال توماس اندرسون که میزان محبوبیتش شاید پایین لیسته اون ملت دوست ندارن این فیلم ها همیشه حرف من در مورد این وایس این وایس فیلمیه که برای دو بار دیدن ساخته شده یک بار یک بار دیدن آدم فقط با سوال میاد بیرون به نظر من صبور باشین و فیلمو دو بار ببینید که اونم برمیگرده از کارهای تامس پینچن دیگه و میگن که اینهرنت وایس مینستریم ترین یعنی قابل درک ترین و سرراست ترین کتاب پینچن هستش حساب کن دیگه آره واقعا و چند بار ببینید تا متوجه عمقش ببینید دقیقا مثل چاینا تاون میبینید دیگه خیلی شباحت زیادی هم چاینا تاون اوکی بریم دومی دو دومی من دومی دو من یه کاراگاهیه یه کاراگاه خانومیه که توی سرمای زمستون و برف شروع میکنه حل کردن فارگو اسم خانمه یادم رفت جین جیل جی مارجی گاندرسن مارجی آره آره <تصفح> فرانسیس مکدورمن بازی کرده بود که فرانسیس مکدورمن سر اون بازی هم اسکارش هم میبره من چرا اینو دوست دارم به نظر من مارج <تصفح> یه،, <تصفح> یه کاراگاهیه که شبیه همه ماست یه آدم معمولیه یه خانوم حامله است که خب همین باردار بودنش و شرایط سختی که داره باز کمک میکنه به جالبتر بودن مسیر این شخص آدم خیلی خوشقلبیه آدم مهربونیه ولی موقعی که پای مسائل جدی بیفته با هیچ کسی شوخی نداره خیلی آدم جدیه به من هم داستان و اتفاقاتی که توی فیلم فارگو برش میفته رو خیلی دوست دارم هم احساس میکنم این مسیر قهرمان که شروع میشه این واقعا سختیاشو میکشه شکستشو میخوره ولی به رستگاری رسیدنش توی بهترین حالت ممکن به وجود میاد که خب قضیه باردار بودنش هم هی داره یه سری نکات ریزی رو اضافه میکنه به این مسئله من من خودم مارج رو خیلی دوست دارم آره و خیلی جالبه چون میگم قسمت قبلم بارها گفتم که تمام فیلم های وردن کوین در مورد آدمهایی است که همیشه بیش از حد خودشون و خیلی بیدلیل و یه جورایی از روی طمع چیزهای زیادتری از زندگی میخوان و معمولا هم به شکست رو رو میشن و اتفاق احمقانه ای میافتن میفته. مارج بودش اسمش درسته؟ مارج. آره. مارج این فیلم کاملا برعکس تمام کاراکترهای دیگه فیلم هستش که همه اینجوری هستن. این توی اون عجیب بودن و پیچیدگی زندگی اونا اتفاق میفته ولی در نهایت از اون ابتدا تا انتهای فیلم فقط میخواد کارش انجام بده پلیس و تنها کسی هم که به رستگاری میرسه تمیه این آدم هستش در حالی که مقابل تمام این چیزهای عجیب وایستد این نشون میده که اون و اون که از میدونه از زندگیش چی میخواد باعث میشه که به رستگاری برسه نه اینکه حالا چه قدرتی داره و چه کاری انجام میده خیلی جالبی بودش شماره دو تو چیه دوم من دوم من اعتقاد داره که دنیا جای زشتی ولی ارزش جنگیدن داره برای سونه آره ویلیام سامرست بازی مورگن فریمن ویلیام سامرست نه میتونه قاتل تو این فیلم پیدا کنه کیه و وقتی که قاتل میاد یا منم اصلا نگرد نمیتونه جلوشه بگیره که ادامه نده یعنی فیلیر تمامه یعنی واقعا اون کاری که انجام میده و اون تحقیقی که انجام میده اون با این که میدونه این آخرین پروندهش و اون آگاهی که نسبت به زندگی داره و میدونه که اگر این مسیر رو ادامه بده به جای تاریکی میرسه که از سنش برمیگرده دیگه اینا مثلا مدت خیلی آدم خداگاهی نشون میده و میبینی شاید در انتهای فیلم سامرست به جای اینکه قاتل فیلم رو پیدا بکنه خودش رو پیدا میکنه این خیلی ارزشمندتر هستش و در نهایت آخرین دیالوگ فیلمو میگه دیگه میگه که دنیا جا زشتی و چرت و پرتیه ولی اعتقاد دارم ارزش جنگیدن داره چون وقت طول فیلم براش میجنگه که بهش برسه و این خیلی شخصیتو پیچیده و جالب میکنه فقط یه فیلم فینچر میتونی همچین چیزی یعنی که پایان فیلم هیچ فرجامی نداره اما وقتی از یه دید دیگه این نگاه میکنی میبینی چقدر چه میگم به قول ساتیسفایینگ و راضی کننده هستش ببین سامرست اینی که حالا شخصیت خودش مسیرش شروع میشه و و اتفاقاتی که براش میفته تو خودت گفتی یکی از قهرمانای اصلی داستانه که مسیرش و رستگاری دوتا مسیر جدان اصلا اون سمتی نمیره ولی یه نکته باحال داره من چیزی که در موردش دوست دارم معمولا کاراگاه ها خیلی موقع موقعی که درگیر مسائل حل کردن پرونده ها میشن خب میرن سراغ چی میگن سیاهی های زندگی میرن سراغ تلخی های زندگی و چون پرونده ها خیلی پرونده های سیاهی ولی ویلیام سامرست هنوز ذهن و فکرش درگیر اینه که مثلا میگن بچه همکارش که قراره به دنیا بیاد زنش راضی باشه از زندگی اون از زندگی لذت ببره و فقط سیاهی ها رو همه نبینن چی میگن کاراگاه خوشقلبیه که بد موقعی خوشقلبه جلوی کسی خوشقلبه که خطر نکترین آدم نیویورک جان دوه چی میگن سون از اون دسته فیلم هاییه که من تا آخر عمر میگم که فینچر خیلی نامردی با اون پایان پایانش عالیه ولی خب یه حرفی نمیشه مثلا در باب پایان باز که صحبت کنی عملا سوین یه پایان باز داره ولی پرونده دو تا کارگاه که دنبال یه قاتل هستن رو میبنده ولی چقدر ما کنچکای این که سر رد پیت چه بلایی میاد سر این آدم چه بلایی میاد و what's in آره این از ویلیان سامرسه تصمیم سوین فیلم اول فیلم اول من کاراگاهیه که دیوید لینچ خلق کرده تو این پیکس از دیل کوپر که آه دیتکتیف کوپر yeah. که برای توی سریال تو پیکسه <تصفح> خب من همیشه از اشتر چقدر هم بخش صد تا کاراگاه دیگه بودش این کرکتر چه حالا توی ویدیو گیم ها و چه فیلم ها و سریال ها و کتاب های دیگه ببین دیوید لینچ آدمیه که عاشق کارهای سورئاله همیشه همیشه المانهای سورئال توی فیلم ها سریالاش وجود دارن ولی اینکه یه کاراگاهی رو مسئول حل کردن یه سری مسائلی بکنه که واقعا از لحاظ منطقی اونقدری شاید قابل باور و قابل اثبات نباشن دنیای لینچیه و کاراگاهیه که توی اون دنیاست ببین به نظر من تم داستانی تو این بیکس هم تلخه هم سیاه هم کمدیه چیزای کمدی خیلی زیاد داره این سریال و کاراگاهیه که قهرمان اون دنیاست من سفرش رو خیلی دوست دارم نگاهش نسبت به زندگی آدما رو خیلی دوست دارم کاراگاه خوشقلبیه ولی کسیه که به همه چی مشکوکه به, به سوال هم از هر چی زمین و زمان رو به سوال میگیره و کار جالبی که لینچ کرد ما صحبت کردیم یک دور در موردش این بود که فصل یک و دو سریال سال 90 91 تموم میشن و 25 و سال وامیسته برای ساخت فصل سوم سریال که بخواد همه چیز رو ببنده و 25 سال کاراگاه تو کف این بود که چی میشه و الان داره به نتیجهش میرسه همه اینا دلایل کافی بود که دیل کوپر برای من شماره یک باشه آره و یه کارکتر ویژه ای هم هستش که خیلی با کمک سایکی و خیلی چیزای فراتر از ذهن پرونده رو حل میکنه و این چیزی هستش که خود کرکتر لینچ هستش خیلی مدیتیشن انجام میده خود لینچ و باور داره که خیلی از خلق هنر و خیلی برابر مشکلات باید خیلی رفت درون توی اعماق ذهن مثلا تو تا خیلی خوبی بودش کسی نگفته بودش توی چیز هیچ کس ببین ما هم مارجو داشتیم هم داکو داشتیم ولی هیچ کسی دیل کوپر رو نگفته سامرست هم داشتیم سامرست هم داشتیم Alright. خب از تو زنی که کارگاه اول من کی باشه ام... من چند تا آپشن دارم ولی ژانرش کمدیه یا جدیه اینو هم بگو نه جدیه بس راهنمایی بکنیم <applause> شاید که لوزر ترین کارگاهی باشه که به این مقابل این دوتا تا تا لوزر تر همش هست و این شخصیت جالش چیزی به بگم سادهش کنم بگو <تصفح> دماغشو میبورن آه <تصفح> جی جی گیدیس آه آفرین <تصفح> آره جی جی گیرست توی <applause> چاینا تام جک نیکلسون یکی از متفاوت ترین و واقعی ترین کارگاهی هستش که از انقلابی توی حالا اون فیلم تو همه زمینه اون فیلم نامه شاهکار که انقلابی توی نحوه نوشتن داستان رو که این هرنت فایس مستقیم از همون اه 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 ریشه گرفته و اصلا کلا دید کارگاه هم عوض کردش تا قبلش مثلا ما کارگاه رو مثل سوپر هیرو ها می دیدیم. مثلا شرلک هومز بودن پوارو بودن که آدم هستن که خیلی فراتر از آدم های معمولی هستن و کارهای بعضی وقتا کلا اشتباه نمی کنن. آره 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 و شخصیت خیلی یا پرفکتی دارن یعنی کاملی دارن که مورال خیلی خوبی دارن اخلاق درستی دارن یا اکسنتریک هستن مثلا خیلی عجیب هستن که مثلا ما مثلا جذبشون بشیم و اینا ولی جی جی گیسز مدام اشتباه میکنه توی حتی توی چاینا تاون تمام مدت کلید حل چی بهش میگم پرونده جلو صورتش بوده عاشق کلید حل پرونده میشه و در آخر هم میمیره طرف پرونده هم نابود میشه و بعدش هم بیخیال میشه مثلا ادامه نمیده ممیده. نمیتونم کم میارم کلی میزننش کلی زخمی میشه از لحاظ اخلاقی کارایی میکنه که اصلا درست نیستن و همین این شخصیت رو باور پذیر میکنه و واقعا وقتی نمو خیلی شخصیت عمیقی هستش از اون اول فیلم تا آخر هر سکانسی که میریم خیلیش برمیگرده به بازی فوق العاده نیکلسون خیلی برمیگرده به نحوه کارگردانی پولانسکی خیلی برمیگرده به فیلم نامه و همین این خیلی یونیکش کرده و, 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 و واقعا همون موقع هم که گفتی کارگاه مثلا محبوب توی سینما ناگهان هم اولین چیزی که به ذهنم من خیابه نیکلسون کله و دماغ واریدش بودش ببین چاینا تاون قطعا جز شروع کننده های این قضیه بود که قهرمان داستان رو خیلی زیاد پوزش رو به زمین میزنه یعنی اینکه تا قهرمان میخواد اوج بگیره دوباره یه بلا سرش میاد و این قضیه ادامه داره توی داستانهای کلاسیک همیشه قهرمان شکست میخوره ولی شکست میخوره و بلند میشه و موقعی که بلند میشه قدرتمنده میتونه شکست بده دیگه گیر اون تلهه نمیفته جی جی گیریز برعکسه یعنی که اشتباهات خودش تکرار میشن چند بار و چند بار جلوی خودش و, و این ساختار داستان عجیب چاینا تاونه که نمیدونم یکی از بیاد موندنی ترین و از یه طرفی هم عجیب ترین شخصیت های قهرمان داره دقیقا این هم از بازی این هفته اون که کارگاه های مورد علاقه توی سینما گفتیم <applause> این جوری که گفتیم مورد علاقه ما هستن اصلا ربطی نه حرکت بکنم هم کسی هم بتونه اندازی گیری کنی که این کارگاه بهتر از اون اینترنت ولی <applause> خیلی ممنون که شما هم ایدهاتون داریم برای هفته بعد هم بازیگره مرد مورد علاقه هم بگیم کیا هستن که ما و همیشه سابسکرایب کنید فالو کنید معرفی کنید دمتون گرم از طرف من خدا نگهدار مرسی بازم این هفته کامنتاتون انقدر که کمک کرد به برنامه ما که واقعا نمیدونم چجوری از اون تشکر بکنم بازم مرسی برامون کامنت بذارین نظرات و پیشنهادتون رو حتما به ما بگین راه های ارتباطی با ما هم که خیلی راحت هم توی اینستا هستیم هم توی توییتر و اینکه هفته بعد دوباره برمیگردیم تا هفته دیگه خدافظ